نه یوسف. یوسف نوجوان 17 ساله است در میدان ایثار و شهامت. او نقش اول نمایش پسری از جنس مقاومت رو اجرا میکنه. فریاد الله اکبر گفتی؟ این نمایش گویای اون مقاومت بچه ها بود، هم در جبهه در مقابل دشمنان بعثی و هم در اردوگاه های عراقی. راهش رو انتخاب کرده و برای رسیدن به هدفش تا جان داره در جبهه و اسارت مقاومت میکنه. این یوسف داستان توی جبهه تیرانداز بوده و بعد اینکه اسیر میشه میره تو اردوگاه عراق. من برای این مقاومت کردم که یک راه انتخاب کردم که مقدس بود، انتخابی که این روزها باز هم پیش روی ماست. در حال حاضر آب روی ملی ماست، یک اتفاقی بزرگ برای ادامه مسیر مقاومت، آزمونی برای ادامه راه نوجوانانی مثل یوسف. محکم باز دادن و میدونستن که چیزی که حضرت امام میگه رد خور نداره، راهی که باید رفت تا به هدف رسید و پیروز شد. شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو. ما با انتخابمون هست که آیندمونو میسازیم. البته در این مسیر موانعی هم هست، چون امکان داره توی راهمون پست بلندی باشه و شکست بخوریم، ولی وقتی مقاومت کنیم باعث میشه که به موفقیت برسیم، حتی اگه خیلی سختی ها داشته باشه. و اگر انتخاب درست نباشد مقصد هم نامعلوم. هر چیزی که مردم خودش رو انتخاب کنن به خودشون برمیگرد. اگر انتخاب درستی رو داشته باشن این سختی ها و این مشقت ها رو نداریم. محرومیت رنگی میبازه در جامعه، افتخار حاصل میشه برای جامعه ما. حالا این نمایش در بافق به اجرا در اومده تا مروری باشه بر راهی که درست انتخاب شد و پیروزی رو ارمغان داشت. و جوانان ما الان میتونن تأثیر گذار باشن در استحکام و در این حفظ این نظام. و این درس تاریخ انقلاب است. یوسف قهرمان داستان نمایش پسری از جنس مقاومت با انتخاب آگاهانه خود الگویی جاودانه شد. عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، بافق. شعری و شوری وطنم وقتی صدا